بعد یه چیز دیگه میخواستم بگم به حد یکی دو دقیقه وقتشو داری یا نه؟ بگو سری اگه میشه. سری میگم نمیخوام بحث جدید باز کنم، فقط میخوام بهت بگم راجع به بحثی که راجع به سام رجبی و اینا داشتی. من اون گوسارا نتونستم بیام توی لایف چت، ولی خب من چون از موافقهای خودت بودم میخوام یه چیزی رو بگم که خیلی مهمه و خیلی بهش توجه ندارم. ما شما یه آمار قشنگی در آوردی منطقی راجع به رای دهنده ها و رای ندهم که گفتی 40% اپوزیسیون از 30% هم موافق این نظام. خب اینو گفتی خوبیش اینه که ما بیشتریم، بدیش اینه که هیچ کدوم 50% نیستیم و این یک واقعیتیه که خب دو طرف هیچ کدوم قبول ندارن، نه این بر قبول ندارن که زیر 50% هم، نه اون بر. ولی چون من خودم یکی از کسایی بودم که یک زمانی 10 سال پیش توی اون 30% بودم که کاملا مثلا اینها رو قبول داشتم، خب مثلا 12 سال پیش. و دقیقا کسایی مثل تو، کسایی مثل تو آرمین که میان اینجوری رفتار میکنن که نمیان مثلا چجوری بگم گاف نمیدن وقتی یکی میاد تو رو میبینه، خب بدی نمیبینه ازت، خب مثلا همین کار نمیایی بری تو صورت طرف آزادی طرف رو بگیری، امنیت طرف احساس ناامنی کنی، راحت تر حرفتو گوش میده و جذب بیشتری داری. مثلا تا یک کسی که مثلا میگن اینایی که میان دروغ میگن، خب در کنارش هم میان حرفای خوب میزنن، کمتر جذب دارن. چون یک آدمی که یک اعتقادی داره، خب مثلا به نظام اعتقاد داره، اول دنبال اینه که تایید بشه حرفای خودش، ولی تا میبینه طرف یک گافی میده، یک کار زشتی میکنه، دیگه حرفای دیگه شو گوش نمیده. ولی امثال تو، امثال کامیس حسینی که یعنی من جز خوبی ازتون ندیدم و جز صداقت، خب خیلی جاذبه دارین. یعنی من برای خیلی ویدیوهای تو یا مثلا کامبیز یا حتی استاد سلیمانی امیر رو میفرستم، خیلی این حرفی نتونستم بزنم که یه گافی ازتون بگیرم. خیلی کارتون درسته، دمت گرم. مرسی، ولی خب ما حتما اشتباه هم خواهیم کرد، یعنی پررومون نکنید یه دفعه احساس کنیم که اشتباه نمیکنی. یعنی ما چه بارم هر چنگایی بگیرید که یه دفعه اقدر ازم تعریف بکنید خیلی پررو میشم، اعتماد به نفسم میره بالا. ولی ممنون، خیلی لطف دارید، ممنون. قربونت بشم، عشق. 262 تو هم اومدی یه سوال خیلی کوچک بپرسن؟ سریع بپرس بعد بریم سراغ 262. من 3 ساعت اینجا بودم. بگو سر. بگو. شما بیشتر با کدوم حزب سیاسی هم عقیده ای؟ حزب سیاسی؟ سکولار دموکرات ها حتما، نمیدونم. اگه سکولار دموکرات ها تاریخ بد کار اشتباه، من فکر من حزب رو خیلی ببینیم، حزب کدوم هست؟ سلطنتی ها، سکولار دموکرات ها. خب ببین کی مونده دیگه. خب معلومه که مجاهدین خلق که معلومه که نه، اصلاح طلب ها که معلومه نه، اصول طلب ها، اصول گراها که معلومه نه، دیگه چی مونده؟ کیا موندن؟ آها سلطنت طلب ها. خب من تو گروه اونا نیستم، ولی اگر یه موقعی پایداری هستی تو چی؟ من با سکولار دموکرات ها رو قبول دارم. پایداری، حزب پایداری. آها حزب پایداری نمیشستم. من حزب ها رو اونقدر خیلی بعضیشون رو نمیشستم. میکنم این حزب های طرفدار های رادیکال رهبر و امام رو میگم. آها نمیشناسم. خب من خب نمیشناسم، ولی خب فقط سکولار دموکرات ها رو از البته ببینیم، بعضی ممکنه یه اسمای استفاده بکنن، بعد برید نگاه بکنید چه عقایدی دارن، ممکنه اون وقت یه دفعه ببینم که نه اینا یه چیزای عجیب غریبه قبول. ولی خب سکولار دموکرات ها، اون حزب سکولار دموکرات ها اگه واقعا سکولار دموکرات هستن به اسمشون، من اونا رو بیشتر اسم قبول دارم. دیگه جمهوری خواها باید بیشتر مطالعه کنم ببینم دقیقا عقایدشون چیه، اونا رو هم میتونم قبول بکنم. عقاید سنتی آمریکا. آها خب ما سنتی، اگه منظور از عقاید سنتی مثلا ضد آزادی شخصی باشه خب اونو قبول ندارم، ولی اگه از عقاید سنتی آمریکا منظور از آزادی بازار و اینا باشه اونو میتونم قبول کنم. من کلا من بیشتر فعالیتم این نیست که بیام یک حزب تبلیغ بکنم، من فعالیتم اینه که یک تبلیغ بکنیم برای یک جامعه ای که همه حزبا
بتونن فعالیت بیان بکنن، با هم رقابت آزاد داشته باشن توی کشور و یا به عنوان اپوزیسیون متحد باشن علیه جمهوری اسلامی، ولی از لحاظ عقاید دیگرشون بیان با هم رقابت بکنن، مگر اینکه یک حزبی باشه که یا یک جرمایی رو انجام داده که الان داره انجام میده، یا یه سری جرمایی رو تو گذشته انجام داده و الان نمیاد بگه که من غلط کردم، اشتباه کردم، عوض شدم. خب یعنی بر اساس این فیلتر من فکر کنم همه حزب ها الان باید بتونن با هم متحد شن علیه جمهوری اسلامی با تمام اختلاف نظرشون، بغیر از مجاهدین خلق، برای اینکه مجاهدین خلق هم قبلا یک جرمایی انجام داده که اینا نمیان بگن که ما اون جرممون اشتباه بوده و ما الان عوض شدیم، این حرفو نمیزنن، هم الان ما سند داریم که به شدت جرم علیه اعضای خودشون دارن یه جرمایی رو انجام میدن. یعنی ما فکر کنم یک فیلتر کار مجرمانه، خیلی فیلتر، خیلی منم چی میگم، این علیه آزادی بیانه اگه فیلترمون جرم باشه. یعنی من فکر کنم این خیلی فیلتر قابل قبولیه. یعنی من حزبازی الان نمی کنم، یعنی میگم نکنید، بریم بکنید، فقط من کارم یه چیز دیگه است. برای انجام تغییرات معتقد به انقلاب جنگی یا اصلاحات قدم به قدم؟ خب من نمیتونم از هیچ کدوم من از جنگ نمیتونم بیام تبلیغ بکنم، برای اینکه اگر از جنگ بخوام بیام تبلیغ بکنم دارم از چیزی تبلیغ میکنم که من هزینه‌شو نخواهم داد. خب من تنها چیزی که میتونم بیام بگم اینه که ما مثال داریم توی تاریخ که این دوتا مثالی که این دوتا آپشنایی که دادی فقط دوتا آپشن نیستن. خب ما میتونیم حتی براندازی سریع بدون جنگ هم داریم. خب یعنی ما براندازی سریع بدون جنگ، براندازی سریع با جنگ و تغییرات کوتاه مدت که همون میشه اصلاح طلبی، همه اینا رو داریم. ما طول تاریخ مثال داریم که براندازی صلح‌آمیز انجام شده و مثال موفقم بوده، و براندازی با جنگ هم دیدیم که موفق بوده و نتیجهش هم مثبت بوده. یعنی برای جفت اینا مثال داریم. خب و من فکر میکنم که یعنی چون که جفت اینا براندازی صلح‌آمیز و براندازی با جنگ جفتش یه نتیجه رو میده، خب یعنی جمهوری اسلامی میره، و چون اگه با جنگ باشه هزینه شما نمیدیم، ما سعی میکنیم که تبلیغ بکنیم که اگه مجبورن کسایی، اگه براندازی کسی میخواد بکنه و مجبورن از سرد برسه به یه گرم، ما کارمون این باشه که این هزینه گرمش تبلیغ بکنیم که مثلا کمتر و کمتر بشه تا اونجا که میتونیم صلح‌آمیز باشه. میدونی لازم چه؟ یعنی ما توی تبلیغاتی، ما توی موقعی قرار، توی جایی قرار نگرفتیم که بتونیم بیام تبلیغ بکنیم که حالا سرد باشه، گرم باشه، چجوری باشه، چون هزینه شما نمیدیم. خب ما فقط میخوایم تبلیغ یک سری اصولی بکنیم که انسانگرانه باشه، که حتی اگه گرمم شد یک همچین فعالیتایی توی جنگای گرمی هم بالاخره یک اصول انسان دوستی داریم که اونا هم رعایت میشه حتی تو جنگ گرم. ما اونا رو تبلیغ میکنیم، روشنفکری رو تبلیغ میکنیم و ارزشای یعنی انسانگرایی، و یعنی ما سعی میکنیم هزینه رو تا اونجا که میتونیم کم کنیم، حالا اگرم قرار رو هزینه بدیم. میدونی مزورم چه؟ میگن تو بیشتر موارد تو انقلابای جنگی باز میشه یه دیکتاتوری دیگه بیاد. خب درسته، ولی موضوع اینه که شما مثلا انقلاب فرانسه رو اگه نگاه بکنید اینطوری شد دیگه، ناپلئون اومد، ولی به طول طولانی مدت نتیجه آره، ولی در نهایت نتیجهش مثلا مثبت شد. خب یعنی به طور کوتاه مدت انقلاب فرانسه به شدت ضد تمام عقایدی بود که براش جنگیدن، یعنی گیوتین آوردن، انقدر سر بریدن، انقدر خونریزی شد تا چندین، بعدم یه دیکتاتور آوردن کردن شاه. خب یعنی برای عقاید انسانگرایی جنگیدن، ولی 10 برابر بدتر چیز اتفاق افتاد. ولی اگه کوتاه مدت نگاه کنی هزینه‌اش خیلی به نظر میرسید نمیارزید، ولی بعد طولانی مدت نگاه بکنی نتیجهش مثبت شد. ولی خب مثال هم داریم که نتیجهش منفی شد، مثلا
انقلاب 57. خب انقلاب دقیقا، یعنی ما مثال برای جفتش داریم، ولی خب خیلی هم موضوع اینه که مشکل اینه که خیلی هم میان قطعی میگن، میگن که نه ایران فرق داره، ایران حتما اینجوری میشه اونجوری میشه، ولی اینا ببین انقدر تعداد فاکتورهایی که روی این چیزا تاثیر داره انقدر زیاد هست که تنها چیزی که من میتونم با قطعیت بگم عدم قابلیت پیشبینی ما با قطعیته. خب یعنی هر کسی میاد با قطعیت میگه نه حتما اینطوری میشه حتما اونطوری میشه، من فقط با قطعیت میتونم بگم این پیشبینی ها نباید با قطعیت باشه، اینو فقط با قطعیت میتونم بگم، هیچ چیز دیگه رو با قطعیت نمیتونم بگم. خب برای من چون نمیدونم با قطعیت چون نمیتونم بگم نه، خب من خیلی سخته چجوری بیام حساب بکنم. خب ولی من تنها چیزی که میدونم اینه که تبلیغ ارزش‌های انسان‌گرایی و تبلیغ تفکر نقادانه روی همه اینا تاثیر مثبت میذاره. خب ببین من اگه قرار بود خودم هزینه‌شو بدم از پایین به بالا، دقیقاً از پایین بالا، دقیقاً من برای همینه که میگم خیلی کار درسته، چون وقتی که امثال تو از پایین به بالا کار میکنن آینده بهتری خواهیم داشت. امیدوارم درست